حفظ سلامت روانی یا بهداشت روانی برخورداری از تعادل روانی ذهنی و فکری است. ما در برنامه اول گفتیم که در تعریف ساعت امروز ساعت جسمی، ساعت روانی و ساعت اجتماعی را کلش صحبت میکنن. خب ما در اینجا فقط به یک بخش از این موضوع سر کار داریم، سلامت روانی. وقتی میگیم سلامت روانی یعنی ذهن ما باید خوب باشه، ذهن ما آرام باشه. بعضی ها دین جسمش خوب است اما در ذهن نارام است و این کل زندگیش خراب ساخته. حتی باید بر شما تو بگیم، خب وقتی شما امروز بیرون برآمدین دیدین که یک نفر زشت میگه برای شما یا برای یک کسی دیگه یا جنگ داره یا دعوا دارن، بفهم این سلامت روانی نداره. آدم سالم که گپ زشت کسی را نمیگه، نگاهی تند تا به کسی نمیکنه. آدم سالم پر مهربانی است. از امروز یک تست به یادت باشه، از اینجا برو حرکت کو. در راه هر جای دیدید موتر مردم قلمقال داره، بفهم که روانش خراب است. در خانه میری میبینی که جنگ و دعوا یا قالمقال میکنن، بفهم روانشان مشکل داره. و خیر تو چیکو؟ تو خودت دیگه یاد بگی از امروز که مهربان باشی، تو زشت نباشی. حالی بحث ما اینه که ما بریم در سر سرک هر کسی استاده کنیم که بیادر سلامت روانی چون جور نیست. او رو چی کار داریم؟ ما و شما از خود شروع میکنیم و ای را ما و شما تای چندین برنامه یاد گرفتیم که ما دیگران رو تغییر داده نمیتونیم. کاری که میتونیم خود تغییر داده میتونیم و تغییر ما میتونه یک انگیزه بر تغییر دیگرها باشه. و به این خاطر هم از در دین باز بر ما توصیه میشه که شما قسمی رفتار کنین که می رفتارتان موعظه باشه، ضرور نباشه به زبان گفته برین. خودتان اینقدر خوب شد نمیشه تو بری خانه خودت قالمقال کرده میری یا بچه گپ زیاد قالمقال نکو پیشری پدرم. خود تو خودت قالمقال میکنی، تو برو پیشری پدر با ادب گپ بزن که بیادر خوردت ببینه خود به خود یاد بگیره. در رفتار خودت تغییر بیار. امچاشت که خانه رفتی سر مادر قالمقال نکو، مادر چی پخته کردی بچم لوبیا؟ او ده ای روز جمعه ما لوبیا بخوریم. کتی لوبیا هم انرژی جور میشه، باز دکتر از ساعت روانی گپ میزنه. ساعت روانی کرد لوبیا چطور جور شوه؟ خب مادر هم حسابش خراب میشه، میگه خاک در سر تو هم از پدرت همونمون لوبیا آورده ما هم پخته کردیم. میبینی اوضاع تشنج شد. تو به جای از اینکه بگی مادر جان چی بختی لوبیا، برو دست شماج که بگو قربان چم دست پخت تو را به کل دنیا برابر نمی کنم. که مادر هم خوشم من چی کنم؟ مادر جان یک سلاته جور کنم، دسترخانه جور کنم، چی کنم؟ که مادر تایرون با نگی بچه چی شده؟ ای خود تو نبود صبح که میرفت وصابش خراب بود تو پس تو اون وقت میتونی با جرات بگی برنامه خودشناسی رو دیدیم رفتیم که مادرم علاقه من شد شب بگه این برنامه را که من باید سعی کنیم کل ما. اگر تو رفتی زشت بودی تا شب بگه خودشون هستی الان میک پس پس که این نتیجه شین پیشری ما. از خود شروع کنیم، خود ما خوب شویم که خوردام طرف ما ببینن، کلانام طرف ما ببینن، یک نقطه تغییر بر آغاز یک نقطه تغییر در وجود دیگر باشیم. موضوع دیگه که بسیار مهم است، چرا ما دنبال صحت روانی هستیم؟ شما امروزه میفهمین یک تعامل بسیار تنگاتنگ بین جسم و روان وجود داره. یعنی با این بحث ما تنها شما سلامت روانی پیدا نمی کنین، بلکه سلامت جسمیتون هم خوب میشه. اما تو که سابق در پوشای کتابا نشته میکرد که عقل سلیم در بدن سالم است کاملا دقیق بود. وقتی سعی کنیم دو تا ارتباط بگیم شما ببینید، فرض مثال اول ارتباط جسم و ذهن بر شما بگیم. کسایی که خبر میشه که سرطان دارن افسرده میشن، جسمشان مریضی داره اما افسرده میشن. بعضی از مثلا میگه شکر داری یا یک مریضی سبب العلاج میگه عاجل به تعقیب افسردگی پیدا میکنن، جسم زیر فشار است ولی روانشان خراب میشه. بعضی های تر است که روانشان خراب است جسمشان مشکل پیدا میکنه به نام دردای سایکوسوماتیک یاد میشه. کسایی از پیش کل دکترای میده رفته، دکتر میده برش اندوسکوپی کرده، ماینات کرده، اچ پایلوری ده، میگه میده تو بیخی جور است، خط میمونه. میگه نه میدیم درد داره. میگه دکتر صاحب خودم میفهمم درد داره. بعضیا پیش دکتر قلبی رفته اینقدر ماینات کرده، ایکوکاردیوگرافی کرده، گراف گرفته، پاکستان رفته، هندوستان رفته، چیزی دکترها را ملاقات کرده. بعضی دکترها برش گفته اگه قلب تو چیز شد بیا قلب مرا بگی و جاش پیوند کن. اما یادم قبول ندارم، میگه میبینم خودم دکتر صاحب که قلبم بی نظم حرکت میکنه، گپ دکتر چی کنم؟ میفهمین چرا؟ چون روان نارام است،
نتیجهش در جسم خود میبینه. تا روان آرام نشه این حرکت آرام نمیشه. خیر بنان بین جسم و روان ما ارتباط وجود داره. وقتی ما سلامت روانی به دست آوردیم، خود به خود سلامت جسمی ما و شما تضمین میشه. یا تو براتون بگیم، وقتی تو سلامت روانی داشتی، خود به خود از خود خوب مراقبت کرده میتونی، صبح میخیزی ورزش ته میکنی، خود خوش نگاه میکنی، تو چون یاد گرفتی که هر وقت خشمگین باشی، هر وقت نارام باشی، افرازاتی در بدنت ترشح میشه که بر تو مریضی ایجاد میکنه. سابقا نشنیده بودی میفته از بس که جگرخونی کت سرطان گرفته شه. این گپا رو فکر نکنید که بسیار غیر علمی بوده باشه. زیاد وقتی جگرخونی کنی میتونه که بدن بی‌نظم شوه. امروزه شما میفهمید بین مغز و سیستم دفاعی بدن ارتباط وجود داره. در دوره کرونا دیگه شنیدین برتان میگفت که خود جگرخون نکنین، روحیتان نبازین، به خاطر کرونا شما رو میکشه. چرا؟ چون سیستم دفاعی خوب کار نمیکنه. وقتی تو ذهنت خوب باشه، سیستم دفاعیت قدر قوی اردو کل این مثل رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور خوب باشه، حال که رئیس جمهور خود کار نداریم کشور دیگه این آخ نام خدا سلامت روانی و جسمیشان برقرار است. حتی اجتماعیشان بخی تست شدن رو منظم. کسایی که در حکومت هست ما کدشان کار نداریم. از طرف ما بیخی سلامتشان 100% است. عصبانی نمیشن، گپ بی جای نمیگن، کار نمیکنن، وطن آباد کرده ریستن، نقشای خوب و پلانای خوب، از اینکه دیگه سلامت کجا میباشه. اما فکر کنین یک کشور رئیس جمهورش با اقتدار باشه، اردو هم به امرش هست، کل عسکرام که تو رئیس جمهور میبینه رویه میگیره. نه، مغز ما رئیس جمهور وجود ماست. وقتی خوب باشه کل نیروی دفاعی کرویات سفید خونت او مست است، میگه کجاست میکروب پیدا که معامله کنیم. ولی اگه اینجا خراب بود مثل یک رئیس جمهور دال شکست و مریضی که هرچی امر میکنه از کرای کار کنیم کل از کرایش خندی کنه و گفتش نشه، اینی مغز خرابی نته میشه. خب هرچی سیستم دفاعی را بگه میکروب آمد، میگه با ما چی؟ بیا خودت جنجال کن. بنان سیستم دفاعی یا بین مغز و سیستم هورمونی بدن ارتباط است. مغز درست کار نکرد، هورمونا بی‌نظم میشه و امراض هورمونی بسیار امراض خطرناک است. بدن به هم میریزه. به همین خاطر امروز میگن نیرو اندوکراین سیستم، یعنی سیستم عصبی و اندوکراین. نیرو ایمونیتی سیستم، سیستم عصبی و سیستم دفاعی، اینا ارتباط داره با هم. بنابراین وقتی شما سلامت روانی داشتین، فایده دیگه چیست که خود به خود شما اثر مثبت در جسمتان هم میبینین. ولی متاسفانه اگر روانتان خراب شد، آستاستا میبینین که جسم شما ممرش چی میشه؟ خراب شده میره. خب بعضی اصول داره امی سلامت روانی. ببینیم اگر ما این میارا را پوره میکنیم، ما سلامت روانی ما خوب است، حفظش کنیم. ولی اگه این میارا هر کدامش کم است، از امروز برش تلاش کنیم. سلامت روانی یک سلسله اصول داره. امی اصول سلامت روانی کدام است؟ اول، احترام به خود و دیگران. اگر اینمی اصلا داری تو سلامت روانی داری، یعنی یک قسمت کار خراب است. احترام به خود، به شخصیت خودتان و دیگران. اول تو بین خود چقدر احترام میکنی. اگر صبح شروع میکنی، صبح شکر خدا باز صبح شد، باز فرصت دادی کار کنم، تلاش کنم، خدا بسازم، خیستی ورزش کردی که از جسم خود مراقبت کنم، خدا یک ماچ کردی پیش روی آینه، ای چه زیبا آدمی هستم، خنده کردی یک فاین دقیقه، یک هدف جور کردی امروز چه کارهایی دارم، یک 20 دقیقه مطالعه کردی. اگه اینو تو صبح شروع کردی، واقعا تو به خود احترام داری. اگه صبح او خدا باز صبح شد، کاش که صبح نمیشد، حالی که باز بخیزم، کاش که یازیری نمی بود، کاش که در مکتب ما یک راکت بخوره. میبینی؟ یا تو نخستی مادر میاد، بخی بچیم، بخی شاهزاده مادر، بخی گل مادر خود، بخی مادرم یک 5-6 دفعه که ناز داد نشده، بخی او خاک در سرت اولند دور، بخی امروزت خراب میشه. میبینین؟
یا هر چی تو ناوقت داره میری خوابته، کاربون دی اکساید در بدن تراکم میکنه، سیستم دفاعی خوب کار نمیکنه، کاربونیک اسید جور میکنه، میره مرکز تنفسی رو دیگام خراب میکنه، سر رویت پوندیده، گنگس، خسته، تی میخیزی حوصله هیچ کس نداری. تا مادرت میگه صبح بخیر بچیم تو قار هستی، بان ما مادر گه پاره بان صبح چی بخیر نه قار میشه، ورزش خیج نه، چای صبح هم نمیخوری، یکم تو از قار داشت کم گشنه سگرت هم دود کدم ای برای خود، تو خودت دوست نداری، خودت دوست نداری. تو مثلا یک کسی رو دوست داری، مثلا برادرزادی تا سگرت برش میتی بیک سگرت بکش، نه ناز میتی بیا گل به کاکای خود بیا بشی بچه میمی نانک وقت که میدید پر باشه که مکتب میریش کمک سیر باشه، حتی در اتاق دود سگرت باشه رو میکشه که دود سگرت هست اینجا، یعنی دوست داشتن است. اگه خودت دوست داری همی کار کن، خودت بگم بیشی یک لقمه نان بخور شکم گوشنه از خانه نبرای حسابت خراب میشه، میدید زخم میشه. یه در زاده اگه تک میبخی ورزش کن و چه این ورزش کن قدت بلند شود جان جور باشه، خودت هم بخی خیر قدت خوب بلند نمیشالی سن قد بلندی نیست، حداقل زدمان خوب باشی، خودت ناز بده. وقتی تو احترام به خود یاد گرفتی، این خود به خود سرمنشه میشه بر احترام بر دیگرا. کسی که به خود احترام نداره به هیچ کس احترام نداره، دروغ میگه. به می خاطر شرط دیگر دوستی اول خود دوستی است. مثالی که من همیشه میتونم، من وقتی بر تو میتونم یک 500 افغانی بتم که در جیب خود من داشته باشم، جیب خودم خالیست، بر توی دادارم که من 500 از کجا شد 500 افغانی از کجا شد. من وقتی میتونم تو رو دوست داشته باشم که اولی تمرین بر خود کرده باشم، بلد باشیم یه هنر، بلد باشم هنر خود دوستی را. وقتی خود دوست داشتم به خاطر خود انسان هستم، انسان دوست می داشته باشم و تو انسان هست تو رو دوست می داشته باشم. بنان شرط اول سلامت روانی احترام به خود و دیگر هست. و این میار اگه تا هنوز نداشتی از امروز پوره کن، خود دوست داشته باش. تناسب نیست که اینا صبح ده دقیقه خود ناز بیتی پس ده بجه هم نفرین کده بری، نه یعنی تا شام همی کار کن، تا شام خود خوب نگاه کن. وقت خوابت که شد نیدین خوردهای خانه رو میگه بس از تلویزیون وقت خواب است، خودت هم همه تو بگو هی بگو وقت خوابت است، خدا کم خواب نساز، چقدر تلویزیون میبینی، صبح خسته میباشی، برو بگو خواب کن، بخواب خودت از گوش دیگه خیار از گوش دیگه برو بگو بیهینه بیا خواب ده جای خواب کن، خدا بندست قرار خواب کن، خدا خوب نگاه کن، خدا دوست داشته باش. و دیگرها رو هم تمرین شروع که از امروز که رفتی وظیفه تا نمی، از امروز تا خانه هر کس پیشری تا نامد، من کمی اطراف خوش میه کنجا هر کس کس پولیتر میشه تو مکلف بستی سلام بندازی، پیش مسجد میری مردم شده که سلام بندازی. در اینجا متاسفانه در کابل اینمی رواج کم است، از پولی هم دیگه با پیشانی ترشتیر میشه، هیچ از امروز وظیفه تو در موتر بالا شدی در هر کسی دی سلام سلام خوب استی نم قدرک اترامات. و خانه که رفتی خو اطمانی احترامه بکنی، هر روز میرفتی دروازه را یک دقیقه دنوز دروازه را باز نکرد، دم 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 صبر که خو از خانه تا میجه برسن، باز که آمده دروازه را چرا باز نمی کنی، باز داخل شد یک بوته یک طرف میزنی، یک بوته یک طرف میزنی، بیار حالا نان بیار، نکو بچی تو امروز که رفتی اول بسیار با نزاکت زنگه، اگه برقا نبود استاد تخت بخت خیران با ننه ایت به فکرتی نبه بکدام میمان آمده تو را خود دیده بودن که دم دمیستی نه ایت نشناسن خانم کمی دیدی دست پدر مادر ماش کن ای بوتا چرا قد گده بودست کلش خودت جور کن ایره با چرا قم کشیدن از خودتان منظم با خانه رفت پدر جان سلام چطور استی خوب استی پدر تو پایت چاپی کنم ای پدر ایران با نه ای بچه چی شده به خدا دیگه روز مره مره جایزه میدن جا تغییر کرده یک وقفه میگیریم بعدی بازی دام خواهد